به نام خداوند جان و خرد، همه رخشندیش را آذین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوب و خوش و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان‌های شاهنامه. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان. در فصل مفصل کسرا انوشیروان هستیم، شاه ساسانی، و در داستان هفت بزم نوشروانی که در این مجالس که با حضور پادشاه برگزار می شد، با حضور کسرا انوشیروان، بزرگمهر حکیم به طرح پرسش‌هایی می‌پرداخت، به طرح مسائلی می‌پرداخت یا به طرح مطالبی می‌پرداخت، حکمت آمیز مطالب یا مسائلی چون هستی شناسی، پرسش‌های کلامی، ارزش سخن و سخن گفتن، ارزش یا به نوعی سخنوری، مجلسگویی، آداب و آیین سخن گفتن، شیوه‌های مملکت داری، حقوق اجتماعی مردم، نقش پادشاه و دین و دولت و مسائلی از این قبیل در برنامه پیشین تا بزم چهارم بزرگمهر با پادشاه، یا در واقع بزم چهارم نوشیروان با بزرگمهر و دیگر دانایان رو گزارش کردیم. یک هفته ای از بزم چهارم گذشت، یک هفته هم از برنامه ما گذشت. خب پس از یک هفته ببینیم بزم پنجم و ششم نوشیروان با بزرگمهر و دیگر دانایان. بر این نیز بگذشت یک هفته روز، به هشتم چو بفروخت گیتی فروز. شهنشاه بنشست با موبدان، جهان دیده و کار کرده ردان. سر موبدان و ردان اردشیر، چه شاپور و چون یزدگرد دبیر. ستار شناسان و جویندگان، خردمند و بیدار گویندگان. سراینده بزرج مهر جوان، بیامد بر شاه نوشین روان. شاه به دانایان گفت دانشی که موجب تقویت دین یزدان شود و موجب بیعیب و نقص شدن تخت پادشاهی با کیست؟ چو بشنید از او موبد موبدان، زبان برگشاد از میان ردان. از داد پادشاه است که تاج و تخت فروزان می شود، و چون با داد با دادگری بخشش کند، نامش بعد از مرگ به بلندی خواهد ماند. دیگر آن که زبان از دروغ
پاک دارد، بر کهتر بر زیر دست گناهکار خشم و غضب شدید نراند. در سخن گفتن چنان باشد که تا ابد مایه نام نیک او بشود و بر پرستنده تخت خود همان گونه که بر بخت خود مهربان است مهربانی کند. سخنگوی که دانا باشد و زبانش توانا بر سخن گفتن، دلش از آموختن سیر نشود. در کارها اندیشه و تفکر کند، دل هر کس از خرد به شکر گذاری است، همانطور که از سرنوشت و از طالع ممکن است نالان شود. ای شاه، دل از راه خرد برمگیر، بی شخصیت و کم دانش کسی است که بگوید آنم که در دانش همتا ندارم. چون این گفت پس یزدگرد دبیر که ای شاه دانا و دانش پذیر، بر شاه خون ریختن زشت است و زشتگاری، و با اندک سخن گفتن از جای برفتن، دل برانگیختن از کوره در رفتن. اگر شاه سبکسار شد بی اندیشه، دست به کارها خواهد برد، با خردمند خواهد ستیزید. چون دل شاه پر از کینه و پر از طمع و حرص و آز شد، دیو با روان او شریک خواهد شد. اگر حاکم تندخو باشد، از سخن او کار نیک بر نیاید. مرد کارزاری یا مرد جنگجو که هنگام جنگ بترسد، بترسد ز جان و نترسد ز ننگ. توانگری که دلش تنگ باشد و زفت، بهتر است که برود زیر زمین، برود زیر خاک. بر مردمان درویش دلیری کردن زیبنده بزرگان نیست. چو کجری کند پیر ناخوش بود، پس از مرگ جانش در آتش بود. جوان، جوان که کاهلی پیشه کند، تنبلی پیشه کند، روزگار از او سیر خواهد شد و از ناتندرستی جوان نخواهد ماند. روان و توان چنین کس مباد. بزرگ مهر که این سخنان نغز رو شنید، خطاب به پادشاه شروع کرد به سخن گفتن. چومت خروشان به جنگ اندرش، بخندید و برداشت بود از سرش، بخندید و برداشت بود از سرش. رها شد زبند زره موی او، درخشان چو خورشید شد روی او، درخشان چو خورشید شد روی او. چو بزرگ مهر این سخنهای نغز شنید و به دانش بیاراست مغز، چنین گفت کی شاه خورشید چهر، به کام تو بادا درخشان سپهر. چنان دان که هر کس که دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. نکوهیده ده کار نزد گروه، نکوهیده تر نزد دانش پژوه. سنگ و کوه هم از نادان در ناله اند، چه نادان آغاز و انجام کار را نمی داند و ننگ را از نام تشخیص نمی دهد. نزد مردم نکوهیده است و نزد دانش پژوه نکوهیده تر. یک داوری که دروغ بگوید، دروغ بسیار بگوید، نزد دانایان هیچ ارجی ندارد. سپهبدی که در اندیشه گرد کردن گنج باشد، سپاهی به دلیل رنج ناداری از فرمان او سر خواهد پیچید.
پزشکی که باشد به تن درد مند، ز بیمار چون باز دارد گزند. درویشی که به چیز خود بنازد و بسازد چیزی که پشیزی ارزش ندارد، و شاهی که کس از ترس او از بیم او خواب و آرام ندارد، و خردمندی که به خشم بیاید و چشم طمع به مال مردم بدوزد. کسی که راه نادان نشان دهد و اداره امور به کاهل یا به تنبل بسپارد، و بیخردی که خرد نخواهد یافت از گفتار بد پشیمان خواهد شد. دل مردم بیخرد به آرزوها این گونه می آویزد، همانند آتشی که از گوگرد تقویت شود یا در نیستان پرورش بیابد. بزرگمهر در ادامه حکمت خود گفت: دل شاه نوشین روان زنده باد، سران جهان پیش او بنده باد. ببینیم بزم ششم نوشین روان با بزرگمهر و دیگر دانایان. آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنان شام چون این هم ایرانیان، چگونه مردان و جنگ و بران. بر این نیز یک هفته بگذشت، شاه بفرمود آراستن بارگاه. به یک دست موبد که بودش وزیر، به دست دیگر یزدگرد دبیر. همان گرد برگرد او موبدان، سخنگوی بزرگ مهر و ردان. به بزرگ مهر آن زمان شاه گفت که گوهر چرا باید اندر نهفت؟ گوهر نباید نهان بماند، سخنان چون گوهر که جان را سودمندی بدهد باید گفت و باید شنید. موبد از بزرگ مهر پرسید: از کجا میدانی که بیشی تو را گزند میرساند و کمی روز تو را افزون میگرداند؟ چنین داد پاسخ که کمتر خوری، تناسان شوی، هم روان پروری. در این صورت راحت زندگی خواهی کرد، اما از کردار نیکو اگر بیشی کنی بر هماورد خود پیشی گرفته ای. چنین گفت پس یزدگرد دبیر: که ای مرد گوینده یادگیر، کدام سه عیب است که با دل راز و نیاز دارد و از آن بی نیازند؟ پاسخ داد: نخست باید که دل از عیب جستن بشویی. کسی در جهان بی عیب نیست، چه آشکار و چه در نهان. اگر زبردستی، اگر بالا دستی، بر تو حسادت کند، چون زیر دست شود، اوست که گریان خواهد شد. سوم، سخنچین درو که کوشش می کند تا از آب گرد برآورد و از کاخ کوه بسازد، همچون گویندهی که در جای خود سخن نگوید، ناگزیر شأن و مقام خود را از دست داده است. و کسی که با دقت سخن نشنود، آن را در نیابد و به آن عمل نکند. خردمند به چیزی که از او میراث خواهد ماند چشم ندارد. بپرسید پس موبد موبدان
کی برتر از دانش بخردان؟ هیچ کس در جهان بی آرزو نیست و راه آرزو هم پیداست. کدام را سودمند است و کدام را با گزند و با رنج همراه است؟ چون این داد پاسخ که راه از دو سوست، راه دو طرف است، باید دید که کدام یک از دو طرف مورد توجه است. یکی راه بیباکی است و بدی، دوم راه نیکویی و بخردی. خرد تو را بر این راه نماست. خرد یعنی چه؟ یعنی قدرت تشخیص، قدرت تشخیص بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، راستی و کجی، نیکویی و بیباکی. اینجا همین میگوید بزرگ مهر حکیم که با خرد هست که میشود تشخیص داد این دو راه رو، راه بیباکی و بدی و راه نیکویی و بخردی. میگوید خرد تو را بر این راه نماست و در آن چون و چرا نیست. بیت مشهور جان کلام اینجاست، این بیت مشهور: تنومند را گر خرد یار نیست، تنومند را گر خرد یار نیست، به گیتی کسو را خریدار نیست. چقدر نقالان از این بیت بهره میبرند در نقلها. در این بزم ششم ما چندین بیت مشهور داریم که برای مردم آشناست، در ضرب المثل ها آمده و نقالان بسیار از آن بهره میگیرند. باقی ابیات را هم خواهیم شنید، چند بیت مشهور را: باری تنومند را گر خرد یار نیست، به گیتی کسو را خریدار نیست. اگر خرد نباشد رواست که جان هم نباشد خرد، جان جان است. خرد جان جان است و ایزد گواست. چون مرد بنیاد دانش را آموخت، سزاوار و سرفراز می گردد به ننگ و نبرد. ز دانش نخستین به یزدان گرای، که او هست و باشد همیشه به جای. بدو بگروی کام دل یافتی، بدو بگروی کام دل یافتی، رسیدی به جایی که بشتافتی. دانش دیگر آن است که از خوردنی فراهم بیاوری و از خوردن و پوشیدن به پاکی توجه کنی. اگر روزی به چیزی نیازمند شدی، به گنج و یاری بخیلان روی میاور. از پیشه ها آن انتخاب کن که از نام آن آبروی تو در خطر نیفتد. دوستی با کسی کن که در سخنها یار تو باشد، همان دوستی با کسی کن بلند، که باشد به سختی تو را یارمند. تو در انجمن خاموشی برگزین، چو خواهی که یک سر کنند آفرین. چگویی همان گو که آموختی، چگویی همان گو که آموختی، به آموختن در جگر سوختی. این بیت مصداق آن بیتی است که اگر درست به خاطرم بیاد میگوید: ز درد نکته سنجی هر که آگاه هست، میداند که معنی در دل اندر خون شود، آنگه سخن گردد. بله، به آموختن در جگر سوختی. سخن سنج و دینار گنجی مسنج، که بر دانشی مرد خوار است گنج. این بیت بسیار زیباست و به گمانم مشهور. زبان در سخن گفتن آژیر کن. این آژیر یعنی چه؟ واژه آژیر رو بارها شنیدید، آژیر خطر، آژیر قرمز.
آژیر با ملاحظه، با احتیاط، این صدای آژیر رو که حالا مشهور هست، مثلا آژیر آمبولانس، این تداعی میشه مسئله این که قرار هست یک امنیتی برقرار بشه با ملاحظه و با هوشیاری و با احتیاط. خب یعنی چه؟ یعنی زبان در سخن گفتن آژیر کن، آماده و مهیا کردن با ملاحظه و با احتیاط و با هوشیاری. زبان در سخن گفتن آژیر کن، خرد را کمان و سخن تیر کن، خرد را کمان و سخن تیر کن. چو آزرم آید پیش هوشیار باش، چو رزم آیدت پیش هوشیار باش، تنت را ز دشمن نگهدار باش، تنت را ز دشمن نگهدار باش. چه رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را، ز دیدار اون مبتلا شد دلش، تو گفتی که درج بلا شد دلش، تو گفتی که درج بلا شد دلش. بزرگمهر در ادامه حکمت خود، در ادامه سخنان خود، در بزم ششم نوشین روان میگوید: اگر حریفی مقابل خود دیدی ترسان مشو، اگر پیش دستی کنی پیروزی، اگر سستی به خرج بدهی سر از دست دادی، چون اسب به میدان میتازی مراقب سلاح دشمن باش، اگر او تندی کرد از او بر نگرد، در نبرد یاران هوشیار را انتخاب کن، چون دیدی تاب مقاومت نداری با دشمن مکوش، با هوشیاری از رزم برگرد، چو دانی که با او نتابی مکوش، به برگشتن از رزم بازار هوش. خوردن بسیار زیان میرساند، پرخوری از می هم، از شراب هم تا حد نشاط و شادمان شدن بنوش، ز می نیز تو شادمانی گزین، که مست از کسی نشنود آفرین. حد رو رعایت کردن، میانه رو رعایت کردن، زیاده روی نکردن. بسی از جهان آفرین یاد کن، پرستش برین یاد بنیاد کن، به جرفی نگه دار هنگام را، به روز و به شب گاه آرام را، قدر وقت بشناس و در کارها میانه برگزین، تو از باد و از آب و از خاک سرشته یزدان را فراموش مکن، مگرد هیچ گونه به گرد بدی، به نیکی بیارای اگر بخردی، ستوده تر در جهان کسی است که نیکیش در آشکار و نهان باشد. فرزند را دبیری بیاموز، دبیری جوان را به بخت میرساند، دبیری از همه پیشه ها ارجمندتر است، هر که در کار زحمت بکشد از پادشاه گنج بیابد، اگر بلاغت را با خط خوش یار کند، در اندیشه معنی بیشتر به کار خواهد برد، از لفظ کوتاه ترین را باید انتخاب کرد.
به خط آن نماید که دلخواه تر. دبیر باید که خردمند باشد و بردبار و یادگیرنده. خردمند باید که باشد دبیر، همان بردبار و سخن یادگیر، هوشیوار و سازنده با پادشاه، زبان خاموش از بد به تن پارسا، شکیبا و با دانش و راستگوی، وفادار و پاکیزه و تازه روی. چو با این هنرها شود نزد شاه، بباید نشستن ورا پیش گاه. کسرا نوشیروان با شنیدن این سخنان دلش تازه شد چون گل اندر بهار. به موبد گفت برای بزرگمهر جایگاه نو بیارای و درم و خلعت بخواه. بزم ششم هم در اینجا به پایان میرسه. ببینیم بزم هفتم نوشین روان با بزرگ مهر حکیم و موبدان و دیگر دانایان در برنامه آینده شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر. Thank you.